آقای سیروس از اروپا میپرسن. با درود به شما، میخواستم از شما بپرسم آیا حقوق بشر از نظر و دیدگاه جهانی تعاریف مختلفی دارد یا خیر؟ چرا جوامع جهانی نمیتواند در مقابل سنگسار، قطع دست و پا، شلاق و غیره تکلیف جهانیان را مشخص کند؟ آیا اگر رژیمی سر خود تمام قوانین بین المللی را زیر پا له کند، جامعه جهانی فقط با چند برگه اخطار اکتفا میکند؟ با سپاس، آقای سیروس از اروپا. ببینید، وقتی ما میگیم حقوق بشر جهان شموله، یعنی حقوق بشر مرز نمیشناسه، یعنی حقوق بشر در مرزهای کشور متوقف نمیشه، یعنی حقوق بشر فراتر از مذهب، فراتر از ایدئولوژی، فراتر از تمام اصولی است که ممکنه در یک جامعه حکومت بکنه، سنت ها، فرهنگ ها. نه، حقوق بشر که در حال برخواسته از مجموعه این فرهنگ ها هست. در هیچ فرهنگی نیست بگن که ظلم چیز خوبیست، آدمکشی خوبه، شکنجه خوبه، تبعیض حقوقی خوبه. من فکر نمی کنم اگر هم در فرهنگی متاسفانه همچنین ارزش های وجود داشته باشه، اینا ضد ارزشه. بالاخره در هر فرهنگی وجوه منفی هست و وجوه مثبت. این یکی. دوم این که وقتی میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، و همینجوری که خدمتتون عرض کردم، بعد اعلامیه جهانی که اصول کلی است، در دو میثاق بین المللی، حقوق مدنی سیاسی و حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، اومده به طور مفصل تعریف شده. و امروز که من در خدمتون هستم، بیشتر از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل این میثاق‌ها رو پذیرفتن، یعنی تعهد کردند که این میثاق‌ها رو اجرا بکنن درباره تمام مردمشون، درباره تمام شهروندان. خب و اجرا نمی کنند. حالا در بعضی از کشورها قسمت جزئیش اجرا نمیشه، در بعضی از کشورها متاسفانه مثل کشور بلادیده ما بیشترش یا قسمت اعظمش اجرا نمیشه. خب در سازمان ملل یک نهاد حقوق بشر وجود داره برای نظارت بر این امر، و کار اون نهاد حقوق بشر که زیر نظارت مجمع عمومی سازمان ملل هم هست، این است که به کشورها اخطار بکنه. قطعنامه ای که در روز پیش از مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد، و این 21مین قطعنامه ای بود که طی سالیان گذشته از طرف مجمع عمومی بر ضد جمهوری اسلامی صادر شده، هیچ جنبه دیگه ای نداره. به جمهوری اسلامی اخطار میکنند که دست از نفت حقوق بشر برداره. متاسفانه میدونیم که تصمیمات مجمع عمومی هم ضمانت اجرای اخلاقی سیاسی داره و نه بیشتر. آقای دکتر جهرومی از انگلستان روی خط هستن. با سپاس از اینکه منتظر شدین و صبور بودین. بفرمایید آقای جهرومی سوالتون رو. من جهرومی هستم، از انگلستان تماس میگیرم. با درود به آقای لاهیجی و مجری محترم برنامه. دوستان، من برای این اعتقادم که حکومت جمهوری اسلامی یک دولت کلاسیک و مدرن نیست و بهترین تعریف برای آن موبوکراسی و یا حکومت اراذل اوباش است، به سرکردگی خامنه ای و چاقوکشی به نام احمد نژاد و چماقداران هوادارش. بنابراین از طرق قانونی و صدور اعلامیه در سازمان ملل نمیتوان آنها را به راه درست کشان. تنها راه تحریم جهانی نفت و انزوای کامل آنان است. به امید آن روز. خدا نگهدار. قربانت. خیلی سپاسگزارم. فقط نظرشون رو گفتن. اجازه بدین خانم سنیا از تهران سوالشون رو بفرمایید. خواهش میکنم. الو. سلام خانم. سلام خانم آرسته، خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت مهمان محترم برنامه آقای لاهیجی. سال نو هم رو خدمت خانم آرسته. فقط خواهشی که دارم به من مهلت بدید یکی دو دقیقه صحبت بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم، کوتاه. خیلی متشکرم. خدمت شما سال نو رو تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت آقای بهالو و آقای مستقیم که تشریف ندارن، ولی سال نو به همه همکارانتون هم تبریک عرض میکنم. خیلی متشکرم. من به عنوان یک زن فوق لیسانس این مملکت
به جرم زن بودن و به جرم اینکه ایرانی هستین، زن ایرانی هستن و به جرم اینکه همسرم رو یک پزشک داروی اشتباهی بهش داده و فوت کرد و من به اون اعتراض کردم. مدت هاست که من خودم رو بیکار کردم، مدت 7 سالی که وزارت بهداشت به جای اینکه کمک بکنه به من و دو تا فرزند یتیم من، اومده شغل من رو از من گرفته و الان مدت چند سال هست که ما رو از کلیه حقوق انسانی و کلیه حقوق شهروندی محروم کردن. حتی فرزندان من از مدرسه بیرون کردن، در صورتی که ما مسلمان زاده هستیم و مسلمان هستیم و هرچی هم که به مقامات مراجعه میکنم هیچ مقامی پاسخگو نیست و هیچ کس ما رو مشکل ما رو برطرف نمیکنه و حتی ما رو گاهی وقتا مورد آزار و اذیت و شکنجه های روحی قرار میدن و گاهن شکنجه های جسمی و حتی من که یک زن هستم شکنجه های دیگری که خودتون بهتر میدونید نمیتونم به زبان بیارم. من به عنوان یک مادر از مدافعین حقوق بشر و یک پرستار هستم، از مدافعین حقوق بشر تقاضا میکنم که به من کمک بکنن و اون بند قانونی که در قوانین سازمان ملل اومده که انسان ها مجاز هستن که محل زندگیشون رو خودشون انتخاب بکنن، اون قانون برای ما اجرا بشه و من و فرزندانم بتونیم از این مملکت رها بشیم، بتونیم در یه جای دیگه زندگی بکنیم. من خواهش میکنم ازتون خانم آراسته که شما تلفن من رو پشت خط به آقای لایجی بدین تا این مدافعین حقوق بشر یه فکر اساسی برای ما بکنن تا ما بتونیم از این وضع نجات پیدا بکنیم. خیلی سپاسگزار. شما روی خط باشین خانم سنیا و همکاران من شماره تلفن شما رو یادداشت خواهم کرد، قطع نکنین، خواهش میکنم. مرسی. بله آقای لاهیجی، نکته دیگری بود در ارتباط با نقض حقوق شهروندان و به خصوص زنها در جامعه که شما بهش اشاره کردین. اجازه بدین من یک سوالم رو با شما مطرح کنم. نکته دیگری که جلب نظر میکنه اینه که در دستور محمود احمدی نژاد در مورد دادخواهی کسانی که حقوق شهروندیشون نقض شده و یا امنیتشون در حریم امنیت عمومی از سوی ماموران حکومت مورد تجاوز قرار گرفته مطلبی نیامده آقای، و همینطور در چنین صورتی چطور میشه حقوق شهروندی رو در ایران اعمال کرد آقای لاهیجی؟ خب برای اینکه اونا فکر میکنن ماموران حکومت اصلا معصوم هستن، دلیل اینکه حکومت اسمش از جمهوری اسلامی، بنابراین رهبرش معصومه، رئیس جمهورش معصومه، تمام مجموعه کسانی که در این نظام حکومتی کار میکنند اونها جزء معصومان هستند اگر به حقوق مردم تجاوز بکنند. یادتون هست یک معاون یک دانشکده به یک خانومی بی احترامی کرده بود یا حتی خیال تجاوز داشت که خب در رسانه های خبری هم منعکس شد و بعد اون خانوم رو براش پرونده ساختن. یادتون هست که خانومی در رو دلمان بدحجابی گرفتند در همدان و متاسفانه فردای اون روز جسدش در سلولش پیدا شد و گفتن خودش دار زده و وکیلش هم که دوتا از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از جمله خانم عبادی بودن تا حالا نتونستن اون کسانی که متهم به قتل این زن هستن اونها رو به دست عدالت بسپرن. متاسفانه در جمهوری اسلامی تمام حقوق، تمام آزادی ها برای ماموران حکومته. چرا؟ برای اینکه اونها باید مأمور سرکوب هستند، مأمور خفقان هستند که صدایی از کسی در نیاد، وگرنه چرا؟ یک زنی که فقط میگه من حقوق برابر میخوام و نحوه مبارزش هم اینه که توی خیابون ها، توی پارک ها بره و امضا جمع بکنه از مردها و زنان ایرانی برای اینکه بگم اونها هم با درخواست من موافقن. این چه جنایتیه، چه جرمیه، چگونه به امنیت و آزادی مردم ایران لطمه میزنه که ماموران حکومت به خودشون اجازه میدن که این خانوم رو بگیرن به زندان بیاندازن و بعد محکوم به حبس بشه، محکوم به شلاق بشه. تا کنون 40 تن از این خانوم ها در ایران، در جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند و محکوم به زندان شدند و دیدیم که کانون مدافعان حقوق بشر هم که دفاع اینها رو به طور رایگان قبول کرده بود با کانون مدافعان حقوق بشر هم چک